صرف بیش از 11 سال زمان و 6 میلیارد تومان هزینه برای مرمت و احیای گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان حاصل کار اما صدم دیدن این اثر تاریخی این انحراف و فرو رفتگی هایی که در قسمت رأس گنبد تا بخشی از بدنه گنبد میتونیم مشاهده کنیم و یک نکته دیگه اینه که دیوار جنوبی که در واقع من دارم بهش اشاره میکنم انحراف قابل مشاهده ای و از خودش به جا گذاشته بعید میدونم که تا چند سال دیگه بدونه مرمت درست این گمبت خونه بتونه به کار خودش دارم بده آنطور که عکس ها و فیلم های منتشر شده نشان می گنبد مسجد جامع عباسی که به مسجد شاه مشهور است، دچار اعوجاج و تغییر شکل شده. بزرگترین گنبد کاشیکاری جهان 400 سال پیش در تقارن و تراز کامل ساخته شد، اما امروز در نتیجه مرمت غیرمسئولانه نه تقارن کلیش را دارد، نه توازن کاشیهایش را. ترک هایش به درستی کار گذاشته نشدند و به گفته کارشناسان تمامی کاشی های اصلی گنبد عوض شدند. اوشنگ رسام از استادان سرشناس کاشیکاری در اسفهان مرمت غیر اصولی گنبد مسجد شاه را نتیجه تصمیمات و سوء مدیریت های مسئولین حوزه میراث فرهنگی و مرمت میداند و از آن به عنوان فاجعه ای دردابر یاد می کند. با بالا گرفتن انتقادها روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان هم به آسیب وارد شده به شکل گنبد مسجد شاه اعتراف کرده و میگوید مرمتگر و پیمانکار موظف به ترمیم این آسیب شدند این در حالی است که هفته پیش فریبا خطابخش مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان که مسئول مستقیم پروژه مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان هم بوده انتقادها به شیوه و نتیجه مرمت این بنای تاریخی را حرفهای بی ربط و غیر کارشناسی خوانده و برای تاکید حرفهای دو سال و نیم پیش منتقدان مرمت مسجد شیخ لطف الله را یادآور شده سال 98 در پایان پروژه 11 ساله مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان که تحت نظارت خانم خطابخش انجام شده بود تصاویری منتشر شد که نشان میداد یکی از ترک های گنبد مرمت شده دچار اختلاف رنگ با کلیت گنبد است و به اصطلاح گنبد دو رنگ شده در ابتدا مسئولان میراث فرهنگی اصفهان تصاویر منتشر شده را جعل فتوشاپی و جنجال رسانه‌ای خواندند و فریبا خطابخش از کیفیت کار انجام شده حمایت کرد. هیچ آسیبی به این بنا باید دق بشه. روی قسمت باشه که مرمت نشده دو سال بعد وقتی در واکنش به دورنگی گنبد شیخ لطفالله محسن نکویی ناظر فاز دوم مرمت این بنا مدعی شد منتقدان از نزدیک بنا را مشاهده نکردند گروهی از کارشناسان به محدوده گنبد رفتند و با اشکالات بیشتری روبرو شدند این الان ای واقعا ثبت جهانی این واقعا طرز انتقالش از اونجا به پایین و از اینجا به کارگاهی اشتباهه می‌گن آخه شما چی تو می‌گوی من طرح مرمت چی تو شما رنگای ای دونا این چه نوع رنگ ای است که به کاشی کار سفارش دادی آ گفتید آخه این کدوم فیروزه این چه سبز اما خطاهای بی‌شمار در مرمت مسجد شیخ لطف الله مشمول چشم خطا بخش مدیریت پایگاه میراث جهانی نقش جهان اصفهان شد تا حالا که گنبد مسجد شاه هم به سرنوشتی مشابه دچار شده مهیار طهماسبی Radio Fan.